بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من والا. هزاران سلام و هزاران درود خدمت همه شما خوبان هر جای دنیا که هستید. همیشه زندگی شاد باشید و پیروز و شادکام و در پناه الله منان. عزیزان، امروز موضوعمون خیلی دلنشین و جالب هست و امید هست که همه خانمها، آقایون، دختر پسرها، آقا پسرها، دخترها و پسرها، همه انشالله ما رو همراهی کنید تا خیلی چیزایی که گمان میکردید که میدونید شاید ندونید و شاید هم بدونید. حالا که بدونید حداقلش این میشه که امروز میفهمیم که واقعا اون چیزایی که میدونستیم ما راست بود و درست بود. قضیه خانمها و آقایون، خانمها و آقایون و دنیاشون، یعنی خانومی یه روز در مورد شوهرش میگفت که اگر میخوام راستشو بگم، شوهرم یه حیوان به تمام معناست، اصلا تو باغ نیست، من اصلا نمیدونم چیکار داره میکنه. اگر راستشو بخواید من این رو تایید میکنم، بله، شوهر این خانم یه حیوان به تمام معناست از دیدگاه این خانم. چرا؟ چون که این داره با عینک خودش نگاه میکنه. و جالب هم همین است که شوهر همین خانم چی میگفت؟ میگفت ببین اگه راستش رو بگم، خانمم دیوونه است، دیوونه رسمی، اما من نمیتونم بهش بگم دیوونه چون که دیوونه تر میشه. بازم اگر راستش رو بخواید، خانم این آقا یه دیوونه است، یه دیوونه رسمی، اما خب این آقا به اصطلاح لطف دارن که بهش نمیگن دیوونه. حکایت کجاست؟ این منو بیاد چی انداخت؟ براشون این قصه رو تعریف کردم، بیاد یک قصه زیبایی هست در مثنوی مولانا رومی و در ادبیات کلاسیکی همه بیشتر زبانها یا ادبیات مثلا جهانی مطرحه که یک فیلی رو آوردن توی منطقه. خب کورای بنده خدا که فیل ندیده بودن، گفتن آقا فیل آوردن. گفتن فیل چیه؟ یه حیوان گنده است، یه چیزی گنده است. گفتن خب به ما نشونش بدید بفهمیم چطوری است. این کوران رو آوردن که این فیل رو ببینند و به صلاح برای مردم تعریف کنن فیل چی است. خب هر یکی از این کورا اومد و دست به فیل، یکی دستش خورد به صلاح پای فیل، های پایشو بغل کردی چی هست. بعد گفت آی فهمیدم، فیل ستونه، مثل ستونای مسجد، فیل مثل ستونه. یکی دیگه که دستش خورده بود به گوش فیل و تکون داده بود، گفت آی فهمیدم، فیل مثلا پنکه است. یکی که رفته بود بالای فیل و از بالا اینجوری دست زده بود، گفت آقا فهمیدم، فیل تخته. یکی که دستش به دم فیل افتاده بود و میگفته که فیل شلاقه، اونی که خرطوم فیل رو دست زده بود گفته بود که فیل شلنگه، اونی که آج فیل رو دست زده بود اون گفته بود فیل چوبه یا اساس. به هر حال هر یکی یه چیز رو دست زده بود، فکر کرده بود که این واقعیت امره. آقایون چون که به اصطلاح تعامل با خانم ها رو نمیدونند و نمیخوان که به اصطلاح کمی کی یاد بگیرند یا حداقل با خودشون مشوره بکنن، باعث میشه که همچنین رفتاری داشته باشن. یعنی زن رو یک موجودی میبینن مثل خودشون و تعامل میکنن باشه آقای من تو یک موجود عقلانی هستی،
خانم یک موجود عاطفی هست، وقتی که اون رو به صلاح عقلانی تصور میکنی، خب اینجوری دیگه در به صلاح میگی که دیوونه از دیگه، راست هم میگیم. خانم عزیز تو یه موجود عاطفی هستی، یعنی غذای تو با غذای مرد کاملا متفاوته. این با عقلانیت و با جدیت و با قیمومیت اشباع میشه و سیر میشه، غذاش اینه دیگه، این یه کائنی هست، این موجودی هست، غذاش کاملا متفاوته، با این سیر میشه. و این یه موجودی هست که با عاطفه و احساسات و اینها سیر میشه. وقتی میایی به خانم عقل میدی و به عقلانیت و منطق و دو تا چهارتا باش حرف میزنی، خب میگه واقعا این چیه موجودی هست، تعجب میکنه. این اینه هو. ببین عزیز من، هر چیزی رو باید بفهمیم که نیازشی هست. ما کلا در سیستممون مشکل داریم، یعنی وقتی یه مثالی میزنن برخی عزیزا میخندیدن، اما واقعیت امر رو بگیم. ببینید عزیزان، ما احیانا کارایی میکنیم که سیاه گرسرخ بپوشد خر بخندد میشه. مثل وقتی که مثلا شما یه به اصطلاح گربه ای داشته باشید، یکی که نمیدونم خرگوشی داشته باشید، خیلی دوستش داشته باشید، میگی ای خرگوش جونم امروز دیگه مهمون ویژه منی، میری و یه پیتزای گرون قیمت میخری، میایی که ای خرگوش جونم بیا قربونت پیتزا میل بفرما، این خرگوشه بهت نگاه میکنه این چی شده سرش به جای خورده، آقا جون برو از اینجا یک هویج واسه من بیار، من هویج میخوام، غذای من هویجه، غذای من پیتزا نیست. یعنی شما خواستید خوبی بکنید، اون شما رو خل تصور کرد. دقیقا این چیزی هست که بین خانم ها و آقایون صورت میگیره. آقایون میخوان خوبی کنن، زن میگه این چه خله، چی کار داره میکنه. خانم میخواد خوبی بکنه، شوهر میگه دیوونه است، چی کار داره میکنه. الان شما ببینید ما خیلی کارمون اینجوری هست، تنها این نیست. شما بیاید ببین در همین انسان هایی که به اصطلاح غرب زده شدن و خود باختن، میان آقا سگ میذارن تو خونهشون، گربه میذارن تو خونهشون، آقا چیکار میکنی؟ ما این سگ و گربه رو خدمتش میکنیم، ما رحمت داریم، دلمون میسوزه، شفقت داریم. این سگ و گربه بهش نگاه میکنن میگه خواهی رحمت و صدقه و شفقت بخوره به کلت، جای این سگ و گربه کجاست؟ اینها آزادیشون براشون مهمتره. اینی که تو دشت و دری چی باشن، تو دشت و جنگل باشن، تو کوها بتونن بدون دنبال همدیگه بکنن، شکار بکنن، این برای این خلق شدن، این جای اینهاست. وقتی تو میای تو آپارتمان اینها رو نگه میداری دیگه، همون اونو تو رو مثلا یک انسان جنایتکار چی تلقی میکنن، تو هم دلت خوشه که داری بهشون خوبی میکنی، اونا هم دیگه هر چی که بسا انتقام میخواد میکنن، خونه تو پاره میکنن، هر جا رو کثیف میکنن، فلان میکنن، اون زهر حقدشون رو که اضافتشون رو هر جا میریزن، اون وقت تو دلت خوشه که بسا داری انسان بسیار رحم دل و خوبی هستی، دارم سگ پرورش میدم، گربه پرورش میدم. تو نیاز هست که خودت رو اول پرورش بدی. پس از اون نیاز هست که ما خودمون رو بشناسیم و طرف مقابل رومون رو بشناسیم و احساس بکنیم که به اصطلاح هر یکی ویژگی های خاص خودش رو داره. وقتی که خانومی میاد با آقاش و با شوهرش از باب به اصطلاح احساسات با منظومه احساسات رفتار میکنه، اون رو یک زن تلقی میکنه. و وقتی که زن هم مرد میاد و این احساسات زن رو ارج نمیده و اینها رو درک نمیکنه و به سلام از باب همون عینک مردانه و اون احساس به سلام از باب عقلانیت و دو تا چهار تا و منطق باش حرف میزنه، خب عصبانیش میکنه. چرا؟ چون که اون رو یک مردی تلقی کرده و این باعث میشه که دعوا به وجود میاد و خروس چنگی ایجاد بشه. فطرت مرد این است، خداوند متعال وقتی میگه الرجال قوامون علی النساء، این قیمومیت از فطرت مرده. فطرت مرد اینه که بیاد خدمت بکنه و یک موجودی باشه که اون خدمت رو قبول بکنه و از اون خدمت لذت ببریم.
این وقتی که زنها این رو بدونن، خب از این بهترین فرصتشونه که بیان از شوهرشون بخوان و طلب بکنن، خدمت بکنن و در مقابل از بهش غذاشو بدن. غذاشی از تشویق، تشکر، قدردانی است. وقتی که شوهر خدمت میکنه، جون میکنه برای سعادت و راحتی خانواده، برای رفع نیازهای همسرش و فرزندانش، و در مقابل تشویق میبینه، قدردانی میبینه، تشکر میبینه، این دیگه سیر شده از چی؟ از اون غذایی که میخواد، از تشکر و قدردانی و قدرشناسی. در مقابل زن سیر میشه از چی؟ از اون نیازی که داره، که مثلا چرا؟ چون که اصلا طبیعت لذت بردن زن و مرد از زندگی کاملا متفاوت است. زنها یک موجودات لذت ببرند از زندگی، از زندگی لذت میبرند. زن از لباسش لذت میبره، از غذاش لذت میبره، از یک دید و بازدید لذت میبره، از هر چیزی که به اصطلاح در زندگیش یک نوع سورپرایزی داره، یک نوع حرکتی توش هست، از همه اینها لذت میبره. مرد نه، مرد اون لذت رو که از لباس، لباسی دیگه، حالا یه لباس پوشیدیم، لباس نوست، بله لباس نوست، کفش جدید خریده، خب مبارک آقای کفش دیگه، کفش مبارکیش چیه دیگه، کفش کفش دیگه، تو پا باشه. شما برید تو بازار رو نگاه کنید، تو یه خیابونی که مثلا کفش فروشی هست، چند تا مغازه کفش فروشی مردانه داریم، چند تا زنانه داریم؟ تو بازار چند تا لباس فروشی زنانه داریم، چند تا مردانه داریم؟ چند تا دخترانه داریم، چند تا مردانه؟ همین کنار خونه ما یک بازار بسیار درازی هست، رفتیم با مصطفی، برای مصطفی کفش بخریم، طول این بازار شاید 30 تا مغازه به اصطلاح کفش فروشی باشه، تنها یکیش مردونگی هست. همین یک، کل این بازار رو رفتیم، یه به اصطلاح یه دکان لباس کودکان فروشی نداریم، همش دختران است. لباس مرد، مردا، آقایون فکر کنم دو تا بذار تو هر طول این بازار دو تا دکان باشه، دو تا مغازه است که لباس آقایون میفروشند. لباس خانم ها چپ و راست، لباس خانم ها و زینت آلات و مسائل خانم هاست. چرا؟ چون که دیگه زن اگر هر روز یه لباس هم بخره باز هم کفاف نمی کنه، چون که از همین خریدنش، از داشتنش، از این لذت میبره. مرد اگر لباساش چارتا شد، احساس میکنه که کمد پر شده، جا دست و پاشو گرفته، چرا چرت لباس داشته باشه؟ دو تا یکی کثیف میشه، بقیه دوگری رو میپوشه دیگه، چرا چند تا لباس داشته باشه؟ مثلا یه کفشی رو داره دو ساله که داره با همین کفش میره، همین کفش به اصطلاح مراسم هست، همین کفش دانشگاهش هست، همین کفش کارش هست، همین کفش ورزشش هست، همین کفش با همین میره مسجد، با همین هیچ براش مهم نیست. در مقابل مرد از چه لذت میبره؟ مرد لذتش از کار و موفقیته. هرگاه که یک دستاوردی داره در کار، او دیگه کیف میکنه. واسه همین است که باید بهش دستاورد داد، یعنی باید این دستاورد رو احساس کرد، این موفقیت رو احساس کرد. ما وقتی میاد که این حتی فضای موفقیتمون رو به هم میخوریم، خیلی از خانم ها و آقایون این رو درک نمیکنن، در نتیجه من میخواستم اینجوری بشه و نشد، و من میخواستم به فلان کار برسم و نرسیدم، و من میخواستم مدرک بگیرم و نشد، و فلان شد و کرونا اومد و ازدواج کردم و نمیدونم درسم رها کردم، ازدواج کردم، فلان کار رو میکردم، فلان. یعنی فکر میکنن موفقیت یعنی رسیدن به قله. آقا این مفهوم، مفهوم غلطه، مفهوم وارداتی است که از فرهنگهای دیگه برای ما اومده، که آقا اگر به قله رسیدی موفقی. میبینید که تصویر میکشن که آقا فلانی رفت تک رسید به قله، پرچمش رو زدم اونجا، فیلمی گرفت، فرشت ما بالای اورست هستیم. خب زیرش 4 متر پایین تر دو تا از رفیقاشون رسیدن به اونجا، حالا پاش پیچ خورده بیچاره، دیگه نمیتونه بیاد،
4 متر بالاتر بیاد خودشو برسونه و اونم اونجا یک عکسی بگیره و به صلاح فلان. این چی شده؟ اینی که 4 متر مونده، آقا 1000 رو نمیدن چند متر رو اومده، 4 فقط متر یا 1 متر مونده به اون قله نرسیده، این اسمش شکست خورده است. یعنی در فرهنگ غربی این شکست خورده است، این به قله نرسیده، به هدف نرسیده، برنده نشده. اونی که زیر کوه هست اصلا نیومد بالا، اونم شکست خورده است. یعنی اون هیچ، اینم هیچ. تنها کسی که همه چیز، اونی که رسیده به قله. در فرهنگ ما اینجوری نیست. در فرهنگ ما هر موفقیتی یک دستاورده، هر حرکتی یک دستاورده. ببین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و تعالیم دین به ما نمیگن که اگر شما رفتید آقا از خونت رفتید مسجد نماز خوندی با امام نشستی و تا امام سلام کرد و سلام کرد و از مسجد می اومد بیرون، شما هم پشت سر امام اومدی بیرون، پکیج نماز کامل رو به دست آوردی. نه، وضو گرفتی، میخوای بری مسجد، بارون اومد، او یک مشکلی پیش اومد، نمیتونی بری، اجر و پاداش نماز کامل رو گرفتی. آقا وقتی میری مسجد ها، با هر قدم حساب میشه، یعنی هر قدم یه موفقیت. یه قدم رفتی 10 درجه رفتی بالا، 10 تا از گناهانت معاف شد. قدم دوم 10 تا جایزه گرفتی، 10 تا از گناهانت معاف شد. و به همین صورت هر قدمش یک به اصطلاح موفقیت است. رسیدی به مسجد، موفقیت. نماز با جماعت خوندی، موفقیت. به جماعت نرسیدی، آخرین رکعت جماعت رسیدی سر تحیات، آقا اجر جماعت داریم. یعنی هر یکی از اینها توش، نه اینی که تنها یه موفقیت شمرده میشه و اجرشو میگیری، در داخلش یک نوع حالت تشویقی هم هست که هم تشویق میشی. چرا؟ چون که تو نیاز داریم، نیاز داری که احساس بکنی که دستاورد داشتی، موفق شدی، به خصوص آقایون، و همچنین نیاز داری که کسی بگه آفرین، دمت گرم، خیلی کار خوبی کردی، تشکر ازت. یعنی یک نوع قدردانی هم بشه، تشویق هم بشه. این رو باید درک کنیم. اینا رو اگر درک کردیم دیگه خیلی از تصورات مال خولیایی که آقا من رفتم دانشگاه 4 سال تو دانشگاه بودم، همون سال آخری پدرم وفات کرد، نشد دیگه امتحانات نهایی رو بدم و مدرک نگرفتم، وای ویلا 4 سالم به درک رفت. یعنی چی 4 سالت به درک رفت؟ عزیز من، تو 4 سال رفته بودی یه شهر دیگه، تو یه دانشگاه دیگه، تو یه محیط دیگه. تو این 4 سال چند تا دوست پیدا کردی؟ 40 تا. تو این 4 سال چند تا کتاب خوندی؟ 100 تا. تو این 4 سال چند تا پروسه داشتی؟ اینها همش دستاورده. تنها چیزی که به دست آورده یک کاغذه، اسمش از مدرک. آقا این مدرک خوب خیلیه، با همین مدرک میرم کار میکنم. عزیز من، برو ببین تنبار افرادی ریختن توی خیابون، مدرک های بهتر از این دارن، بیکارن. کی گفت که این مدرک برای تو روزی رو میاره؟ این وسیله بود، در حال بود، تقدیر بود که بهش نرسیدی. یعنی وقتی که یک چیزی که شکستی تلقی میکنیم، اون وقتی که حجم شکست در مقابل حجم دستاوردها کوچیک دیده میشه. آقا رفتم خواستگاری و نمیدونم 3 ماه آقا ما بیا با جایزه هدیه بخر و نمیدونم به این بگو سر زنگار زنن ما رو ردمون کردن، با میخوام خودکشی بکنم. چی شد؟ عزیز من، تو یک تجربه زندگی رو یاد گرفتی، تو یه عالمه انسانها رو دیدی، حرفی میزنن بعدن این چیز دیگه بودن، فهمیدی که تو دنیا مارمولک زیاده، روباه زیاده، آدم ها تبعای مختلف دارن، چون خیلی تجربه پیدا کردی. همین تجربه ای که تو اینجا در این 3 ماه و در این 1 سال و 2 سالی که بسیار همچین خیلیه، طرف مقابل رو شناختی، انسانهای مختلف خودت رو شناختی، ظرفیتهای خودت رو شناختی. خیلی چیزا بود که تو اصلا میخواستی که چشم پوشی کنی، اینا چیز حیاتی بود، استخاره کردی، خداوند متعال برات مقدر کرد که این نشه، چون که به ضررت بود. اون وقتی که تصورات از زندگی مختلف میشه و ما به سلام میفهمیم که به سلام چطور به زندگی نگاه کنیم. پس نیاز هست که این رو درک کنیم،
که مثلا خانم ها از لذت برند از زندگی. در نتیجه خانم ها از این اگر مثلا وضع مالیشون خوب باشه چیزی گرونی بخرن، همیشه میخوان گرون و گرون تر بخرن، چون که در همین گرونی در همین خرید لذت میبرن. خب ببینید، اینهایی که من میگم به این معنی نیست که ما اینها رو بگیریم که اینها قوانین کلی هستند، حالا هر کسی که خانمی بود باید چنین باشه. نه، اینها تبعی بیشتر مردم هست. و یه چیزی رو هم در ذهنمون داشته باشیم که نگی فردا که آقا عمران اینجوری گفته پس سر من اینجوریه، شوهر من اینجوریه. یک چیزی رو باید بدونیم، ما در فضای به اصطلاح روانشناسی انسان و تحلیل یک انسان و شناخت یک انسان نظریه های خیلی زیادی داریم. همه اینها بیانگر چه هست؟ بیانگر این است که این موجودی که جلوی تو هست ساخت الله هست. این ساخته نمیدونم یک کارخانه ای نیست. میری توی یک کارخانه، این کارخانه آقا چیه؟ یک لیوان میزنه، این لیوانه. این کارخانه اصلا تولیدیش این لیوانه. میری نگاه میکنی همه این لیوان ها یه شکله. اگر یک لیوانه رو با یک ضربه ای زدی، قدرت این ضربه چقدر بود که این لیوان این دستش شکست؟ همه این لیوان ها رو به همون قدرت بزنی دستش رو میشکنه. چرا؟ چون که جسمشون یکیه، قطر و قدرت و تمامندی و همه چیزون یکی. چرا؟ چون یه قالب واحد است، ماده خام واحده. این چه هست؟ این خلقت ما انسان هاست. آفریده الله متعال چنین نیست. تمام انسان ها بدون استثناء با هم متفاوتند. همه انسان ها متفاوتند، هر یکی ویژگی ها خاص خودش رو داره. واسه همین است که هیچ خونه ای رو نباید با خونه دیگه مقایسه کرد و هیچ انسانی رو نباید با انسان دیگه مقایسه کرد. میگه آقا اینا دو تا خواهر بودن دوقلو، با دو تا برادر دوقلو ازدواج کردن، پس دیگه باید مثل هم باشن. نه، هیچ بیشونون. ما همه نه دختر مثل مادر، نه مادر مثل دختر، نه خواهر مثل خواهر، نه هیچ. هر یکی تبعی خاص خودش رو داره، شخصیت خاص خودش رو داره، آقا اثر انگشت خاص خودش رو داره، اثر چشم خاص خودش رو داره. الان دنیا داره پیشرفت میکنه، آقا پوست خاص خود، موی خاص خودش رو داره. از روز خلقت آدم علیه السلام تا روز که قیامت برپا میشه، شما تصور بکنید چقدر انسان روی زمین میاند و میرند. در کل این انسان ها دو تا آدم پیدا نمیشن که اثر انگشتشون یکی باشه. حالا شما تصور کنید توی انگشته اثرش چی هست؟ یعنی شما اگر بخوایی چند تا مثلا اثر انگشت با این خط و خطوط ها میتونید ایجاد بکنید. پس حکایت خیلی عمیق‌تر از این که ما بفهمیم که بشر کاملا متفاوتن. اما به طور عمومی یک صفاتی هست، یک ویژگی هایی هست که ما اینا رو درک میکنیم. خب این ویژگی های برخیش جوانب منفی داره، برخیش که جوانب مثبت. خب وقتی ما یاد بگیریم فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که من میدونم نقطه ضعفم چیه، میتونم خودم رو عوض بکنم. خانمم میدونه نقطه ضعفش چیه، میتونه خودش رو عوض کنه. اما یه چیزی روی قاعده کلی بگیریم که هیچ کسی دیگری رو عوض نمیکنه، نمیتونه عوض بکنه. پیامبر که پیامبر بود، خداوند متعال بهش گفت انک لا تهدی من احبب ولکن الله یهدی من یشا. ای پیامبر، تو نمیتونی هدایت بکنی اون کسی که دوستش داری. هدایت دست الله متعال هست. هدایت مال کیه؟ مال اون کسی است که خودش در پیش باشه. کسی هدایت میخواد، خداوند راه هدایت رو بروش باز میکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. حتی خداوند متعال کسی رو عوض نمیکنه تا وقتی که خودش نخواد. وقتی که خودش در پی هدایت شد، خودش خواست خودش رو عوض کنه، اون وقت کسی که خداوند متعال به سلام راه رو به روش باز میکنه. پس ما نیاز هست که
کاتالوگ خودمون رو، کاتالوگ همدیگه رو بشناسیم. یعنی خیلی باید مغرور باشیم که وقتی میگیم که ما همه چیز رو میدونیم. عزیز من، تو میری یه دوربین میخری، یک نمیدم ماشین لباسشویی میخری، یک ماشین چرخگوش میخری، اولین کاری که آقا کاتالوگش نیست، آقا کاتالوگ تو کارتون گذاشته شده، اولین چیز کاتالوگ میخوایی که چی؟ آقا دفتر راهنماست که من چطور این دوربین رو استفادهش کنم، چطور این وسیله رو استفاده کنم. یه وسیله است که من نمیشناسم، خب میخوام که ببینم که چطور استفادهش بکنم. الان من انسان نوعی باید کاتالوگ خودم رو داشته باشم که چطور از خودم رو چطور به اصطلاح روشن کنم، طرف مقابل رو چطور روشن کنم، استارتش رو چطور بزنم. حتی تو روشن کردن و تو استارت زدن، زن ها و مرد ها با هم متفاوتن. زن ها خیلی راحتن، مرد ها خیلی مشکلن. مرد ها اصلا یه سیستمشون کاملا جدیده، سیستم کامپیوتریست، باید برنامه بدی بشه، برنامه ریزی بشه، روی برنامه چیش همون کارو میکنه که تو برنامه بهش دادی. یه کاملا ماشین دیجیتال هست، تا برنامه ندی کار نمیکنه. برنامه رو که دادی وفق اون برنامه باید بری، اگر از اون برنامه اومدی بیرون هنگ میکنه. این آقای اون اینجوری هم خب باید این رو ما میدونیم. اگر خانم ها این رو بدونن، نصف از مشکلات خاص زناشویی حل میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یک خانمی میاد و برنامه میریز، بریم بازار. خب میریم بازار، چی میخوایم بخریم؟ اید نزدیک، میخوایم برای بچه ها لباس اید بخریم، کفش اید بخریم، و در مسیری هم که اومدیم یکم سبزی میخریم و غذا تو خونه آماده است، تا اون وقت میاییم و چهار تا نون هم میخریم، میاییم غذا میخوریم. این برنامه ریزی شد، برنامه اومد توی سر این آقا. وقتی میرن بازار، فوراً برو آقا لباس بخر، کفش بخر، نونوایی بعدشه، سبزی فروشی، خونه، طبق این برنامه باید بریم. خب الان تصور بکنید رفتیم و وفق همین برنامه هم رفتیم، لباس خریدیم، کفش خریدیم، خانم یادش اومد که خونه همسایه قدیمشون که هی زنگ میزنه به ما سر نمیزنی، دلمون واسه تو تنگ شده فلان، پشت این کفاشیه، ای چطوره ما یه سری بهش بزنیم، همینجور یه چایی باشون بخوریم، بیچاره خوشحال میشن، هی همیشه مثلا به ما تلفن میکنن، شوهرم همیشه بهش میگه که حتما میاییم، حتما میاییم، وقت بکنیم میاییم. الان وقت داریم، هنوز دیره تو برسیم خونه. اینجا خانم میاد میگه که محمود چطوره که حالا اومدیم این کفاشی رو خریدیم، هنوز وقت زیاده و بریم یه سری به این همسایه قدیممون بزنیم، بپوی خونش اینجاست، بنده خدا چی میکنه؟ هنگ کرد. میبینید که آقای از کوره در میره که یعنی هیچ وقتی نشد، باید امروز بریم، باید تو بیایی دیگه دعوا. چرا؟ چون که اینجا از برنامه ریزی بود آقا، این سیستمش اینجوریه دیگه. این سیستم رو میخوایی برنامهش رو عوض کنی، باید اول فرماتش بکنی. خب اینجا خانم باید چیکار میکرد؟ خانمی که میدونه با این موجود دوپا اینجوری کار میکنه، شیوه یه به اصطلاح روشن کردن و کار گرفتن کاتالوگ شو میدونست دیگه، این کارو نمیشد. چیکار میکرد؟ اول فرماتش میکرد، میگفت که خب لباسو که خریدیم الحمدلله، کفش رو هم که خریدیم، حالا چیز دیگه نمونده، اون نونا مونده و سبزیجات، حالا اگر بیم برنامه عوض، هنوز خیلی وقت مونده تا وقت به اصطلاح ظهر که ما میخواستیم ساعت یک خونه برسیم، خیلی هنوز خیلی وقت مونده، چطور یک گردشی بزنیم اونجا
یه نمیدونم بستنی فروشه هست، یه سری به اون بستنی بزنی، میگن بستنی هاش خوبه. بعدش هم اگر شما مناسب میبینی، وقتت اجازه میده، اینا همین همسایه قدیمون که میشه بهت میگه که بیایی خونه ما سر میزنی، بهش قول دادی بودی، خونهش پشتین چی هست، اگر میخوایی سری بهش بزنیم، خوشحال میشه، هی به شما میگه شما بهش قول دادی و اینا. بعدش چه کار کرد خانمه؟ اومد اول فرماتش کرد، نقشه برنامه قدیم رو پاکش کرد، بعد از سر اینو داره الان برنامه ریزی میکنه. برنامه جدید وفق این برنامه میبینید که بله فرمات شد، اوکی داد، بعد میبینید که هیچ مشکلی بر نمیاد و آقا این کارو میکنه. آقایون چون که اینجوری برنامه ریزی میکنه، هر چیزی که وسط راه بیاد، سرپرایزی که وسط راه بیاد، هنگ میکنه. برخلاف خانم ها، خانم ها اصلا فقط بی اشاره، یعنی خانم ها این قدرت رو خداوند متعال بهشون داده. خانم خیلی ویژگی هایی داره که مردا ندارن، این از جمله این ویژگی هاش اینه که خانم ها نه هر طوری که به صلاح، چرا؟ چون که برنامه اش رو هر کسی براش برنامه میذاره، بچه های یه برنامه براش میذارن، پسر بزرگ یه برنامه، یه دختر بزرگ یه برنامه، پسر کوچیک یه برنامه، شوهر یه برنامه، همسایه یه برنامه، دوستی برنامه، برنامه کاریش، برنامه خودش فلان، اینها همه رو چی میکنه؟ مچ میده با هم و را میفته. برعکس آقایون، خانم ها اگر در وسط کارشون یک سورپرایزی بیاد، یه چیزی داخل بشه، خیلی وقتا لذت میبرن، خیلی خوشحال هم میشن. خب کار داره، داره لباس های خونش رو درست میکنه، داره نمیدونم تو درس هم میخونه، داره درس های خودش رو آماده میکنه، دو روز دیگه امتحان داره، داره آشپزیش رو هم میکنه، داره به بچه داری میکنه، صد تا کار داره انجام میده، سرش خیلی شلوغه، همسایه میاد میگه زینب خانم چطور، بیا یک چای بخوریم، مریم اومده خونمون و تفلک میخواد تو رو هم ببینه، همچین خوشحال میشه، یادش میره کل این شلوغی ویشت میره، چایش رو هم میخوره، بعد هم بر میگرده کل کامراش باز تو سیستم هست و انجام میره. اگر همچین مواردی برای آقا پیش بیاد، دیگه زمین رو به زمان به هم میریزه که داره آقا یه چیزی مینویسه یا درسی میخونه یا نمیدونم یه کاری رو مشغوله، زنش اومد در وسط گفت که اگر میشه دوتا نون بخر بیا، بو 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 بو، یعنی هیچ ندیدی، من که مشغولم باید بیای مو دماغم بشی، حواسم رو پرد کرد، مثلا میخواد چه کار بکنه، مثلا این آقا داشت که مثلا یک اختراع بزرگی میکرد که زنش اومد حواسش پرد کرد دیگه، حالا زمین به زمان اومد و اما خلقت الهی اینجوریه دیگه. اگر این رو آقایون و خانم ها میدونستن، خیلی از مشکلات حل میشون. و یه موردی که هست که خانم ها نیاز دارن که به اونها اهتمام داده بشه، محبت داده بشه، و این محبت و این اهتمام رو، این عشق رو از شوهرشون میخوان. این یک آتشی هست، یک غذایی هست، این موجود زنده دوپایی که از زهره اومده، غذاش اینه که محبت بهش بدی، اهتمام بهش بدی. اگر این اهتمام رو از 100 تا مرد دید، شاید در اون لحظه خاص خوشحال بشه، یه مردی تعریفش کرد سر کار، یه مردی بهش گفت خانم فلانی شما ماشاءالله خیلی زحمت میکشید، خیلی گلید، زحمت های شما فلان، همسایه و نمیدونم گرگه هایی که هستن، در اون لحظه شاید یک لبخندی بزنه خوشحال بشه، اما بعدش میاد میشکنه تو خودش که چرا بیگانگان به من همچین حرفایی رو میزنن، من این حرفو میخواستم از شوهرم بگیرم، این غذا رو چرا از دیگران دریافت کنم، این غذا رو باید به اصطلاح از شوهرم دریافت میکردم. آقایون باید بدونن که این موجود غذایش که میتونه لذت ببره، کیف بکنه، این است که بهش اهتمام بدی، بهش محبت بدی و اون حس زنانگیش رو احترام بذاری.
احترام حس زنانگی چیه؟ یعنی هیچ وقت شکل و قیافش رو مسخره نکنی، هیچ وقت به سلام روی زیباییش، روی شکلش، روی تصرفاتش، احساساتش مسخره نکنی، حتی به شوخی. هیچ وقت اون رو یک جسم تلقی نکنی، اون رو باید یک کتله از عاطفه و احساسات ببینی. عمرش هر چقدر هم میخواد باشه، یه خانومی که 200 ساله هست نباید فکر کنی که اون یه جسمه، اون یک عاطفه است، اون حس زنانگیش. یعنی چون که پیر زنه فکر نکنی که دیگه بیایی بیتونی مثلا باش شوخی کنی و مسخرش بکنی و بهش بگی پیر شدی و دیگه نمیبینی و که دیگه لب گور هستی و شکلت اصلا زشت شده و نمیدونم. نه، همون پیر زنه باید بهش بگی فرشته ای، باید اون انوثتش رو که زیباییش هست، زنانگیش هست، اون رو احترام براش بذاری. این کارو نکردی، اون آتش رو توش سیراب نکردی، کسی دیگه میاد این انوثتش رو احترام میذاره و تعریفش میکنه و میتونه گولش بزنه، به خصوص دختر خانم ها که در معرض خطر بیشتر هستن. اینها غذاهایی به اصطلاح خانم ها هستن. و یه چیزی هم که هست، احساسش باید بدی که مهمترین زن یا مهمترین کس تو زندگی تو هست. برای آقایون زن به اصطلاح اولویت اول نداره، اولویت اول کار هست که مردانگیش رو اونجا ابراز میکنه، چون که در کار یک دستاوردی داره، یه موفقیت هایی میذاره، شخصیتش در کار، شخصیت مردانگیش در کار بروز میکنه. بعد از اون زنش هست، اما باید این زن رو طوری نشون بده که اولویت زندگیش رو داره، یعنی در تمام روابطش با انسانها شماره یک خانمش هست. اینو باید بهش حس بده. خب شماره یک پدرم هست، مادرم هست، شماره یک در بر پدر و مادرت هستن، درسته، اما در مهر و محبت و ابراز این مهر و محبت و عشق خانومت باید، حتی اگر نیست، باید احساسش بدید که هست. اگر این کار رو نکردی، اون وقتی که خانومت میبینه که شماره یک دوستات هستن، شماره یک پدر مادرتن، شماره یک خواهرها و برادرات هستن، شماره یک کسای دیگه هن تو زندگی، از اونا متنفر میشه، احساس رقابت با اونها میکنه. چرا از مادرت خوشش نمیاد؟ چرا از خواهر برادرات خوشش نمیاد؟ چون که احساسش دادی که اونها شماره یک تو هن. نه، باید زنت شماره یک باشه و روابطت به سلام با دیگران، وقتی که زنت احساس کرد که شماره یک است، دیگران هم تو زندگی تو ما وجود دارن اما رقیبای اون نیستن دیگه، از اونها بدش نمیاد، دوستات میان، مهمونت میاد، براش احترام قائله، پدر و مادر تو خیلی دوست داره، چون که رقیبش نیستن، اونها جای خودشونو دارن، خواهر برادرات براش درد سرساز نیستن. چرا؟ چون که رقیب نیستن، اون نمیخواد که به اصطلاح اونها رو اذیت کنه تا بیاد در دایره اهتمام اول تو قرار بگیره. نه، اونها تو دایره خودشون هستن به اصطلاح، و اون شماره یک هست. و یه چیزی هم که خانم ها باید بدونن اینه که رابطه مرد با خانوادهش، ببینید عزیز من، شما داخل زندگی این مرد شدید، قبل از این خانوادهشو داشت، پدر و مادر و فلان. خب میگی منم خانوادمو داشتم، اما حیثیت شما در خانوادت غیر از حیثیت اون مرد در خانوادهش بود. شما در خانواده به عنوان یک دختر بودید، به عنوان یک مسئول اول نبودید.
ایشون در خانوادهش به عنوان مسئول اول بود. یعنی ایشون احساس میکرد که باید برای پدرش پدری بکنه، برای مادرش مادری بکنه، برای خواهر برادراش بزرگی بکنه، اونا رو سر و سامون بده، اونا چشمی هر حال دیگه اینجوری هست. خب برادر در چشمای خواهراش خیلیه. خب این حیثیت رو، حیثیت خانوادگیش رو ازش نگیر. اگر دیدی به خانوادهش میرسه، کمکشون میکنه، فلان، تشویقش بکن. هیچ وقت نگو چراغی که بر خانه رواست بر مسجد حرام است. نگو که ما نیاز داریم، چرا به خانوادت، به خواهرت کمک میکنی، به برادرت کمک میکنی، به پدر مادرت کمک میکنی؟ نه. چرا؟ اگر این کارو کردی، احساس کرد که به اصطلاح بالای سرشی و ممانعت میکنی، اون وقت چی کار میکنه؟ حرف تو رو نخواهد گرفت، اما میره زیر خاکی. خب به اونها بیشتر خواهد رسید بدور از چشم تو، کمک بیشتر خواهد کرد بدور از چشم تو، لقمه رو از دهن شما به قول خودت میگیره به اونها میده بدور از چشم تو. شما چه ضرر میکنه؟ بدور از چشم تو که شد، یکی اینه که شما در این اجر که اون به دست میاره اصلا شریک نیستی، برکت این توی زندگی شخص شما نمیاد، فقط توی زندگی اون میره، فقط مال اون میشه. و اون حیثیتی که در چشم شوهرت داری رو از دست میدی، احساس میکنه که تو رقیب پدر و مادر و خواهر برادراشی، میخوای اونو از پدر و مادر و خواهراش و از زندگی قدیمش و از خاطرات و از تاریخش بدزدی. در نتیجه همچنین حالت آماده باشی رو از جانب تو داره که یهو نزنی تو پنارتی، یهو اذیتش نکن. یعنی شما با این کارت خودت رو تضعیف میکنی و از خیر بسیاری خودت رو محروم میکنی. اما اگر نه، اگر میومدی تشویقش میکردی، اول اینی که تشویقش میکردی، زندگیتون خیلی پربارتر میشد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند من اراد ان ینسع له فی اثره و یبارک له فی رزقه فلیسر رحمه. کسی که میخواد خداوند متعال تو رزق و روزیش برکت بده، میخواید که پولدار باشی، میخواد که رزق و روزیت چی باشه و در سلامتی و صحت و عمرت، یعنی وقتی که شما به خویشاوندانتون رسیدگی میکنین، چه زن چه مرد، و شمایی که به شوهرت تشویق میکنی که به خویشاوندان خودش و حتی خویشاوندان شما، حتی دوستاش، حتی بینوایان کمک بکنه، به خصوص به خویشاوندان، شما چیکار میکنین؟ برکت این فعالیت اون رو میارید توی زندگیتون. بیماری از زندگیتون میره، دردسرها میره، نمیدونم گره های زندگی باز میشه، زندگی پر از سعادت میشه، پر از راحتی، پر از خوشبختی، پر از خداوند متعال به ما میگه که فمن اعطا و اتقا و صدق بالحسنا و فسنوی از سیره لیسرا. کسی که فمن اعطا و اتقا، کسی که در راه الله میده، تقوا پیشه میکنه و صدق بالحسنا و همیشه تصورش روز قیامت هست و اجر و پاداش الهی، فسنوی از سیره لیسرا، همه گره های زندگیش یکی یکی باز میشه میره. و اما من بخیل و استغنا و کذب بالحسنا، کسی که بخیلی میکنه و اصلا در تصورش الله و رضایت الله نیست و آخرت هم در تصورش نیست، در به اصطلاح در همون از زندگی فقط نوک بینیش رو میبینه، فسنه یسیره للعسرا، زندگیش همین طوری یکی بعد از دیگری گره هایی توی زندگیش میاد. بس وقتی که تو اون رو تشویقش میکنی، این همه خیرات تو زندگی خودت میاد، شریک اجرش هم هستی. ثانیاً اون تو رو رقیب پدر و مادرش و خواهرش نمیبینه، تو رو سند اونا میبینه، به تو نگاه میکنه که این زنم بیشتر از من به فکر پدر مادرم هست، بیشتر از من به فکر خواهر برادرم هست، بیشتر از من به فکر خویشاوندام هست.
در نتیجه محبت و جایگاه شما در چشمش بالاتر میره. اون وقت اینجا یه آزمایشیه که امتحانی روی تجربه ای رو داره، اون وقت انعکاس این تجربهش میاد روی خانواده شما، اون وقت به خواهر برادرهای شما، به پدر مادر شما، به خویشاوندهای شما سعی میکنه همونطور به رسیدگی بکنه که به خویشاوندها و پدر مادر و خویشاوندهای خودشون. چرا؟ چون که دیگه الان احساس نمیکنه که شما یک کیان دیگه ای هستی که به اون چسبیدی، احساس میکنه که شما جزی از اونید و خانواده شما عینه هم خانواده خودشن. پس هیچ وقت یک زن عاقل، یک زن به اصطلاح زیرک نمیاد خودش رو در به اصطلاح زیر لاستیک شوهرش که به سوی خانواده حرکت میکنه قرار بده. وقتی که چنین نکرد، در وسط قرار نگرفت، اون وقته که از نظر در دیدگاه شوهرش احترام داره، عزت داره، کرامت داره، شوهرش بهش بیشتر به اصطلاح میرسه و براش عزیزتر میشه. یه موردی که هست که باعث میشه که به اصطلاح آقایون از کوره در برن و احساس شکست بکنن، اینه که وقتی که خانم ها بهشون احترام نمیگذارن. ببینید، احترام یک واژه است که بدترین زندگی ها رو پر از سعادت میکنه. احترام ارزش ها رو میبره بالا. احترام کنن، اما احترام رو باید درک بکنیم. احترام چیه؟ خیلی از خانم ها میگن آقا ما برای شوهرم خیلی احترام قائلم، چیکار میکنیم؟ آقا شوهرم نشسته، من هیچ وقت نمیشیم بالا، پام رو نمیذارم رو سایش، نمیدونم وقتی از بیرون میاد استقبال میکنم، بیسرا به میره نمیدونم بدرقش میکنم، از خونه میره بیرون بدرقش میکنی، این اسمش هست بدرقه کردن، اسمش احترام نیست. میاد توی خونه با مهر و محبت ازش، این رو میگن مهر و محبت، این رو میگن استقبال خوب، آداب استقبال، این مهر و محبت، احترام نیست. اینی که نمیدونم بالای حرفش حرف نمیزنم، این احترام نیست، این سکوته. احترام چی هست؟ چیزی که خانم ها بیشتر، یعنی آقایون تو قضیه مبحث احترام زیاد مشکل ندارن، بیشتر مشکل با خانم هاست. احترام این است که شما طرف مقابل رو اونطوری که هست قبولش داشته باشی، با همه عیب و ایرادایی که هست. این شوهر منه، حالا هندونه خرابی از پوسیده از فلان است، آقا شوهر من، تقدیر منه، حلال منه، من همونطوری که هست قبولش دارم، با همه کم و کاستی ها، با همه بد اخلاقی ها، با همه زورگویی ها، با همه بله، با همه اینا قبولش دارم. وقتی که با همه اینا قبولش دارم، اینو میگن احترام. برام همه چیزش قابل پذیرش هست. در مقابل آقایون هم همینطور. چرا میگم آقایون با احترام مشکل ندارن زیاد؟ چون که آقایون وقتی که خانومی رو باش ازدواج کردن، با یک تصوراتی ازدواج کردن. وقتی اومدن توی زندگی طبیعی، دیدن که اون تصوراتی که به صورت تصور میکردن 100% از اونا، تنها 20% روی خانم داره، 80% همش ماسک های شخصیتی بود یا غلط فهمی ها یا گمان زنی ها و اینا. این آقا چون که احساس میکنه که به صورت این سکاندار خودشه، احساس میکنه که حالا این صورت گرفته، یه چه بنده خدایی هست و احساس همیشه احساس میکنه آقایی که به طرف مقابل عنصر ضعف هست. حالا این بیچاره رو من آوردم تو خونه زندگیم و خب این ایرادات رو داره، من میتونم راهش کنم، یه زن دیگه بگیرم. راه نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی قبولش داره. این احترام هست. یعنی بیشتر آقایون زنهاشون رو قبول دارن و دلیلش همین هست که با اونو زندگی میکنن. دلیلش این است که اونها رو طلاق ندادن. خب پس آقایون با قضیه احترام چندان مشکل ندارن، ایراد میگیرند، نمیدونم دعوا میکنند و فلان میکنند و طعنه میزنند و فلان. به هر حال اینها اون چیزایی است که احترام رو خدشه‌دار میکنه.
اما در نهایت میان قبول دارن. خانم هم همیشه شما یه خانمی به من نشون بدید که نخواد شوهرش رو عوض بکنه. تو باید این کارو بکنی، تو باید اینو بگی، تو نباید این کارو بکنی، تو نباید این حرفا بزنی، تو اینا همون خانمایی هستن که شوهرش به شوهرشون احترام نمیذارن. احترام که نباشه فضا سرد میشه. احترام نبودن، نبود احترام بهترین زندگی ها رو داغون میکنه. این است که باید این نکته رو درک بکنیم. یه وقتی هست ببینید زنها گریه میکنن، یه وقتی هست مردا زنها رو میزنن. چه وقتی یه آقایی میاد زنی رو میزنه؟ شما ندیدید اتفاق نمیفته که مثلا یه مردی رو ببینید اومده یه پسر بچه ای رو دیده، یا یه گربه ای هست، یا یه کسی هست، کاربندی هست، بیا تاقی بزندش. چرا میزنه؟ مردها از صفات مردانگی این هست که بر زیر دست خودش یه نوع حس عطف و شفقتی داره، هیچ وقت به زیر دست خودش ظلم نمی کنه. خب چه وقت پس چرا این آقایی که شما میگید که کسی ظلم نمی کنه چرا به زنش میزنه؟ حالا زدن به خانمش، یا اینی که این آدم بیماری هست، یه عقده و کینه‌ای داره و یه جای دیگه پر است و اینجا میخواد خودش رو خالی کنه، این یک حالت نفسی بیماری هست. اما به صور عمومی هیچ مردی که مرد باشه زنی رو نمیزنه، مگر اینی که اون زن بیاد انوثت خودش رو زایه بکنه، بیاد خودش رو بذاره مرد قرار بده، خودش رو مرد قرار بده، بیاد به اصطلاح در مقابل شوهرش قرار بگیره. اینجاست که دیگه شوهرش اون رو زینب نمیبینه، اون رو محمود همکارش میبینه که دوره قلدری میکنه بهش. اون وقتی که محمود رو میزنه، زینب رو نمیزنه. خب چه وقت زنها هستن که گریه میکنن؟ زنها گریه زن غیر از این موردی که به صورت زده شد تفلک، غیر از این مورد وقتی که زن روش فشار میاد، وقتی فشار میاد خب میاد خودش رو تخلیه میکنه، حرفش رو میزنه، ناراحتیش رو بیان میکنه و به هر صورتی از این ور اون ور میگه، کل تاریخ رو زیر و رو میکنه و میاد میگه که 20 سال پیش 15 سال پیش که من فلانی اومدی بود به من همین حرف رو زدی. اینا چیز خوبی هست، تخلیه میشه. اما یه وقتی هست که زن اونقدر فشار روش هست که نمیتونه این حرف رو بزنه، میاد گریه میکنه. گریه یعنی یک حالتی از شکست که نمیتونه بیانش بکنه. این ضربه بسیار مهلکی میزنه بر چی؟ بر مرد. مرد از صفتش این است، از شخصیتش، که زنش رو خوشحال بکنه، زنش رو راحت بکنه، همه یه جون میکنه، از کار میکنه، زحمت میکشه که زنش تو خونش راحت باشه. الان وقتی میبینه که این زن گریه میکنه احساس شکست میکنه، احساس میکنه که نتونسته اون رو خوشبخت بکنه و این خیلی برای مرد ضربه بدی هست. یا اینجا تلاش میکنه که زنش رو به دست بیاره، یا نه احساس شکست میکنه. زنایی که زیاد گریه میکنن، بی خود گریه میکنن، اینا خودشون رو در معرض طلاق قرار میدن. چرا؟ چون این مرد احساس میکنه که آقا من هر کاری میکنم این رو نمیتونم خوشبختش کنم، نمیتونم این رو راحتش بکنم. در نتیجه بهتر چی هست؟ بهتر از این که راهش کنم تا بتونم کسی دیگه رو به اصطلاح راحت کنم، یا تجربه دیگری به اصطلاح داشته باشم. وقتی هم که با به اصطلاح شریک زندگیمون هستیم، باید بفهمیم که همه هر یک از ما چه اهتماماتی دارن، چه چیز براش مهم هست و چه چیزی براش اهمیت نداره. و یکی از قضایایی که به اصطلاح نیاز هست بدونیم زبان عشق هست. زبانهای عشق متفاوته. یه زبان عشقی هست که ما فقط به اصطلاح بهش میگیم زبان عشق. یعنی چی؟ یعنی محبت، قدرشناسی، یعنی تشویق کردن. و این نیاز در خانم ها بیشتره. در خانم ها اصلا اصولا باید یک انسان مؤمن حرف خوب بگه،
حرف بد گفتن گناه کبیره است، حرف بلند گفتن داد زدن گناه کبیره است. حضرت لقمان به بچهش میگه که این انکر الاسوات لصوت الحمیر، داد و فریاد زدن که کار خراست. تو قرآن داره میگه کار بده. خب به صاحبه میگه هر نه نداری صداتون بالا ببرید، از صدای از تون صدای پیامبر هر نداری صداتون بالاتر ببرید. تون صدای پیامبر معیار هست، رای ماد با این بادش. خب و وظیفه پس چه هست؟ قولو لیناس خسنا، شما وظیفه دارید به به آدم ها همیشه خوبی و خوبی بگید. الکلمات الطیبه صدق، یه حرف خوب صدقه است، یه لبخند صدقه. اینها به صورت عمومی که یعنی شما هر جا لبخند بزنی صدقه است. الان که من با شما دارم لبخند میزنم صدقه است، برای هر یکی از ما صدقه است. شما هم لبخند بزنید، حرف خوب صدقه است. این حرفی که ما میشنویم صدقه است، از جانب من که میگم صدقه است، از جانب شما که میشنوید همش صدقه است. حرف خوب صدقه است، کلمات طیبه صدقه، چه برای گرفتن یعنی چه برای اون که گوش میکنه. حالا تصور بکنید که این در فضای خانوادگی چی میشه. هر نیکی شما در فضای عموم یه اجر داره، در فضای خاص خودتون خوشاوندی دو اجر داره، در فضای خانوادگی اجرش بیشتر. یعنی شما یه صدقه که میدین یک اجر صدقه داره، وقتی که این صدقه رو به یکی از خویشاوندات میدی اجر صدقه داره و اجر چی؟ سر رحمی داره. این خیلی مهم است که بدونیم همه اینو. پس وقتی که میای تشویق میکنی، وقتی تعریف میکنی، وقتی که به اصطلاح در واقع اون نیازی، اون آتشی که به اصطلاح هست رو برآورد میکنه. دعا کردن برای خانوادتون، برای زنت، برای بچهات، برای خویشاوندات، برای همیشه دعا بکن. همیشه از الله متعال سعادت و خویشاوند راحتی اونها رو بخوای. یکی دیگه از زبانهای عشق خوشگذرانی از وقت خوش. یه وقتی که با هم باشین، یه وقتی که شما خانم تنها کنار هم نشسته باشید، دست تو دست هم باشید، یا با هم قدم بزنید، یه وقتی که شما دوتا دیگه اینا بچه ای هست و نخیشای نه کسی و اینا، این با هم چای میخورید، با هم نشستید، این غیر از اون رابطه های عاطفی که به صورت عموم همینجور نشستن و با هم حرف زدن، یعنی حداقل توی تو روزی چند دقیقه، چند مدت، هرچی بیشتر بهتر، این چیزی هست که طرفین نیاز دارن. با هم نشستید که با این برنامه رو مثلا تماشا میتونید، با هم هستید، دستتون تو دست هم کنار هم نشستید، و همیشه هم که کنار هم میشینید سعی کنید بگونه ای لمس جسدی داشته باشید، دستتون تو دست هم باشه، پای هم دیگه رو بگیرید، نمیدونم دست بکشید روی سر هم دیگه، دست بکشید روی صورت هم دیگه، به هر حال این لمس، چرا که لمس خیلی از احساسات و مشاعر رو مثلا اینا رو منتقل میکنه. اون چیزی که با دهن منتقل میشه و با کلام، لمس با زبان خاص خودش اون رو منتقل میکنه. یکی دیگه از زبانهای عشق خدمت هست، خدمت به همدیگه، یعنی کار برای همدیگه. خب آقایون این توی مثلا تو این مسئله مشکل ندارند. آقا میگه که اصلا زبان عشق آقایون کار هست، خدمت هست، چون در اون خدمت اون شخصیت خودش رو هم میبینه. از صبح تا بعد از ظهر که جون میکنه، این داره از صبح تا وقتی که خانمای این رو درک نمیکنن، میگه آقا شوهرم برام هر چی بخوام میخره، اما یه بار هم به من نگفته که من دوستت دارم. این چرا؟ چرا این شوهر داره از صبح تا شب داره میگه من دوست دارم، عاشقتم، فلان فلان، داره ترانه میسرایه، اما ترانهش به زبان مرداست. زبان ترانه مردا تلاشه، همینی که این مرد کار میکنه صبح تا بعد از ظهر جون میکنه، یعنی این از صبح و شب داره به زنش میگه که دوست دارم، عاشقتم، برات میمیرم، فلان فلان.
اما این زن چرا نمیشنوه؟ چون که زن زبان دیگری رو میفهمه، زبان حرف ها رو میفهمه. یه کسی یه سوتی باش میزنه گولشو میخوره، یه حرفی میزنه گولشو میخوره. پس این یکی از زبانهایی هست که زبان عشق هست که باید بدونیم. به هر حال خلاصه کلام، لیس الذکر کالانثا، مردا ویژگی های خاص خودشون رو دارن، زنها ویژگی های خاص خودشون دارن، هر یکی زبان خاص خودشون رو دارن و وقتی ما میتونیم به یک نقطه تفاهمی برسیم که زبانهای همدیگه رو بفهمیم. حالا این چند مورد رو گوشواره گوشهاتون بکنید و تا دیدار دیگر که خداوند متعال فرصتی بده و بیشتر این قضیه رو بستش بدیم. تا دیدار دیگر، الله یار و یاورتون.